پیکان نتیجه حساس‌ترین دیدار هفته 13 لیگ برتر والیبال ایران رو به حریف خود واگذار کرد. در مهمترین بازی این هفته تیم بانک سرمایه در خانه والیبال تهران 3-1 پیکان رو مغلوب کرد و صدر جدول رو از این تیم گرفت. مهمترین دیدار هفته 13 لیگ برتر در خانه والیبال تهران برگزار شد. دیداری که تیم‌های پیکان و بانک سرمایه برای آن کاری فراوانی داشتند. تیم بانک سرمایه بازی برگشت را از تیم پیکان برد تا صدر جدول را هم از این تیم بگیره. تیم کوچیکی رو نبردیم، به همین خاطر دارم افتخار می‌کنم به بازیکنان و تیمی که داریم. من همیشه بعد هر بازی چه ببرم چه ببازم قطعا به تیم مقابلم تبریک میگم بابت بازی خوبشون، ولی واقعا امروز جای تبریک گفتن نداره. واقعا ما تسلط داشتیم، سه گیمی که بردیم زیر 20 بردیمشون، ولی متاسفانه مصر حاشیه‌ای پیش میاد که نمیدونم، فقط تأسف میخورم. که البته تأسف هم دارد صحنه های انتهایی مسابقه که همه چیز داشت، از کلمات رکیک تا لگد پرانی. لگدی که زدیم من که اصلا نمیخواستم میگم کنم، اول بازی هم بهش گفتم میگم از سکه شروع کرد، اصلا نمیخواستم، ولی دیگه آخر بازی دوباره حرف زد دیگه ولش کن، سوار نکنم بهتره ولش. بعد از مسابقه ورملیو پاسور ایتالیایی پیکان میخواست اعتراضش را در برگه منشی مسابقه ثبت کند، اما به او گفتند چون مسابقه تمام شده قانونی نیست. نکته جالب اینجا بود که بازیکنان حریف معتقد بودند خود این ایتالیایی مقصر اصلی است. من کاپیتان تیم بودم، ایشون هم کاپیتان تیم بود، برای سکه انداختم شروع کرد زیر تور به سه زبان دنیا داره بهمون فحش میده، چند ساعت مشکل ایجاد میکنه، بسته دیگه، بننش بیرون این اصلا. برخی هم معتقد بودن مدیریت بد داور مسابقه کار را به اینجا رساند. آقا من از اول بازی دارم یه موقع کارت بده، کنترل کن بازیو، هزار بازی کنترل کن، کنترل کن، اینجوری میشه دیگه. خیلی زودتر از این باید داور اقدام میکرد به کارت های جریمه که در اختیارش بود. منم تا جایی که تونستم دیگه اون نسبت به اون تجربه‌ای که داشتم بازی رو کنترل کردم که زیاد کار به جای باریک کشیده نشه. در این میان نظرات مربیان دو تیم از همه جالب‌تر بود. اصلا دوستان داشتم برد ما تحت شعاع مسئله حاشیه‌ای قرار بگیره. بعضی آدم‌ها رو به عنوان یه الگوی اخلاقی قبول داشتم، ولی الان یه چیزایی که دارم می‌بینم به هر قیمتی دوست دارن ببرن. من فکر می‌کنم یه مقدار تیم پیکان داشت مغلط‌کاری می‌کرد. دیگه در مورد مسئله بعدیش صحبت نکنیم بهتره. متأسفانه ما هر دو تیممون اخلاق رو باختن. حالا هر دو تیم بازنده اخلاق باید منتظر رأی کمیته انضباطی بمانند.